جلسه امروز شروعش برای من خیلی دشواره، چون یه فصل خاصی هستیم از تغییراتی که در منطقه داره رخ میده و شاعری که مد نظر ما هست با همین فضا جان و روحش آمیخته است، بیدل دهلوی، یعنی شاعری که در هندوستان به دنیا میاد، در هندوستان زندگی میکنه ولی شعر و گفتهاش در افغانستان دست به دست میشه و اولین بار دیوان اشعارش در کابل به چاپ میرسه. از حسرت گلزار تماشای تو آب است، چون شبنم گل آینه در آینه دانه. کار نداریم به این ملودی ویژه‌ای که در این بیت وجود داره به لحاظ آهنگین بودن، ولی چه اتفاقاتی افتاده برای این واژه ها؟ این حسرت اینجا چه کاره است؟ این حسرت همون محور عمیق عاطفیه که در شعر بیدل بسیار جرف داده میشه. من در شعر شاعران دیگه سطحی می ندیدم. این حسرت خیلی کار رو میکنه در شعر بیدل. پس یکی از کارهای ما اینه که ستونهای اصلی عاطفه رو در شعر بیدل پیدا میکنیم. همین الان یه سری محورها رو من برای شما باز میکنم. بعد مکانها، اینجا از دو تا مکان حرف زده. مثلا در این بیت وقتی میاد میگه که در حسرت گلزار تماشای تو، پس یک مکان رو به وجود آورده که این مکان گلزاری هست. گلزاری هست از چی؟ از گل، خیر، از تو، از تماشایی که به خاطر روح تو امتداد پیدا کرده. و بعد دوباره میاد این رو با یک ابزار تشبیهی تشبیه میکنه، در یک تشبیه بسیار پیچیده تحویل ما میده، چون شبنم گل، کل اون هیئتی که براتون گفتیم، حالا همه اینها مثل چیه؟ مثل شبنم گل که آینه داره و این آینه در آینه دان ها قرار گرفته. دوباره یک مکان دیگر برای ماست. من نمیخوام این بیت رو برای شما معنی کنم، برای من الان مهم اینه که ما بدونیم وقتی در برابر یه همچین اتفاقات شعری در شعر این شاعر قدر میرسیم، چجوری باید این کلیدها رو دونه دونه بزنیم تا جهان شعری این شاعر روشن بشه. مثلا وقتی میگه که درون آینه بیرون نشسته است، اینجا به جلوه گر نرسیدی نقاب را نیاب. خب چه اتفاقاتی میفته؟ ما اینجا با یه سری واژه سر و کار داریم، مثل همه کدها یا نشانه هایی که در لانگ زبانی در هر نظام هنری هست وجود داره. این نشانه ها چجوری در چه محوری در کنار هم قرار گرفتن؟ به قول سوسو در محور هم نشینی، که در محور جایگزینی نه، بلکه در محور غیاب، دلالتگر باشن بر یه سری معانی که این معانی رو ما میخوایم بهش دست پیدا کنیم. تازه به همش دست پیدا نمی کنیم، هرگز به حد و حدودش دست پیدا می کنیم. زمانی که به حد و حدودش دست پیدا می کنیم، اون حد و حدود یک نقطه نیست، یک جهانه. و چون یک جهانه، پس دانه دانه این نشانه های زبانی در شعر بیدل ما رو به جهانها و جهانهای خودش فرا می خونه. پس ببینیم که یک سری موتیف های خاص در شعر بیدل تکرار میشه و این موتیف های خاص در واقع وظیفه بسیار عمده امر دلالت رو به عهده داره. چطوری؟ این امر دلالت آیا یک امر صرفا دلالتگره یا نه؟ نه. مثلا اینه که همه اینها رو در یک لفافه حمایت کننده زیبایی شناسانه قرار میده. زیبایی شناسانه بسیار خاص. درون آینه بیرون نشسته از اینجا. خب اینجا در تباین قرار داره دقیقا. چه چیز رو؟ درون رو و بیرون رو. یعنی دو جهان رو. در شعر بیدل ما پیوسته با این کلان محور تباین روبرو هستیم. همونطوری که من در عنوان این کلاس ها دادم، جدال، در واقع جدال هست بین آنچه هست و آنچه نیست، بین هستی و عدم. و به همین دلیله که دونه دونه تمامی موتیف های زندگی رو، ابزار های زندگی رو و واژگانی که ما میشناسیم رو دو دسته میکنه میشه. یا متعلق به بیرون هست، یا متعلق به درون هست، یا متعلق به در این کلان محور هستی هست، یا در کلام محور عدم، جدال بین هستی و عدم.